سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز نگاهی داریم با آخرین گزارشات اقتصادی افغانستان و جهان. پاکستان افغانستان باثبات نمیخواهد. رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان در نشست توسل تجارتی افغانستان افغان آمریکا در واشنگتن با ابراز این مطلب میگوید نباید به وعده های پاکستان در زمینه حل مشکلات تجارتی خوشبین بود. همزمان با این سفیر افغانستان در آمریکا میگوید زمینه های خوب برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است و سرمایه گذاران آمریکایی باید از این زمینه استفاده لازم کنند. آژانس بین المللی انرژی در آخرین پیشبینی های خود درباره وضعیت بازار نفت اعلام کرد این بازار حداقل تا پایان سال 2016 به دلیل عدم کاهش سطح تولید نفت کشورهای عضو اوپک و کاهش میزان تقاضا اشباع خواهد بود و قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت. انتشار این خبر قیمت نفت برنت دریای شمال را در روز جمعه به رقم 39 دلار در اعضای هر بشکه رساند. قیمت نفت خام سبک ایالات متحده آمریکا نیز در بازار معاملات نفتی نیویورک 36.5 دلار در اعضای هر بشکه گزارش شده است. در افغانستان برشنا شرکت در حالی از افزایش در قیمت برق سخن میگوید که مردم در کابل و برخی ولایات از پرچاوی دوامدار و غیرمیاری بودن لاین های برق همواره شکایت دارند. مسئولان برشنا شرکت میگویند قرارداد برق وارداتی 30 سال قبل در حالی که 1 دلار با 50 افغانی تبادله میشد امضا شده بود. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت میافزاید کاهش قیمت افغانی در برابر دلار آنها را واداشته تا قیمت برق را اندک بیشتر کنند. و برای بحث بیشتر وحیدالله توحیدی رئیس رابط عامه برشنا با ما هستند. آقای توحیدی خیلی هم خوش آمدید. بسیار تشکر. سلام بر شما و بیننده های عزیز. علیکم سلام. و آقای توحیدی علت افزایش در صرفی بل برق چی هست؟ تشکر. البته مثل که شما در خبر گفتین وقتی که در افغانستان برشنا شرکت برق خریداری میکرد و در حدود چون شما میدانین که قراردادهای بین المللی بیشترش به دلار است و افغانستان هم ناگزیر با کشورهای بیرونی به دلار طبق نرمهای بین المللی قرارداد کرده. وقتی که ما برق خریداری میکردیم و یعنی وقتی که بلها تعیین میشد و فیصدی بل تعیین میشد دلار بود در حدود 58 افغانی حدودا 1 دلار و فعلا یک تفاوت ده افغانگی یا نونیم افغانگی است. از یک سو کشورهای بیرون در قیمت برق افزایش آوردن و از سوی دیگر هم خود برق البته دلار قیمت شد که به خاطر ده افغانستان برشنا شرکت از پرداختش البته ناتوان بودیم. یعنی میتونیم بگیم که در یک دوره گذشته در حدود 18 میلیون دلار حدودا ما زیان کردیم. اگر به این منوال پیش بره این طبیعی است که دیگه برشنایی نخواهد بود و یا هم مشکلات اقتصادی روبرو میشه و خدای نخواسته با مشکلات امروز که یک حکومت الکترونیکی مردم مکملا با برق وصل هستن مکملا از این دور میشن. ما در این عرصه خانه همکاری هموطنان عزیز خود شدیم تا باشه که امرای ما همکاری جدی باشن در این موضوع. اگر دلار پایین به این طبیعی است که پس نرخ پایین می و اگر دلار بلند بره طبیعی است که ما بازم مجبور هستیم که تفاوت ازیره با هموطنان عزیز خود شریک بسازیم. این بار البته تفاوت نه چندانی آمده که در حدود در فیکلوات در حدود 20 پول میتونیم بگیم. یعنی اگر در گذشته یک هموطن عزیز ما 100 کیلووات برق مصرف میکرد 200 افغانی پرداخت میکرد، مگر حالا در حدود 220 افغانی پرداخت میکنه که در یک دوره باشه در دو ماه، یعنی در ماه 10 افغانی قیمت شده که ما بتاریم حداقل امو پول را که ما به دلار پرداخت میکنیم ایره پس ما جمع‌آوری کرده یک افغانی و سالیانه در حدود 220 الی 270 میلیون دلار به کشورهای همسایه پرداخت کنیم. آقای توحیدی، این 20 پول را که شما گفتین، آیا همه مردم هم میتونن که یکسان بپردازن؟ چون اکثر کسا توان پرداخت بلهای برق ندارن. فکر کنم که این مصرف آنقدر مصرف گزاف نیست.
در حدود 75% از خانواده های محترم که مصرف کننده های ما هستند توان مصرف از اینا در حدود 200 تا 300 کیلووات است که دیگه گفتم در حدود 20 یا 25 نهایتا 30 افغانی که در ماه 15 افغانی شود تفاوت میه که آنقدر پول گزاف نیست و توان پرداخت از این همگی دارن و کسی که مصرف کننده است. فقط یگانه رای حل دیگهش ای است که هموطنان عزیز ما در مصرف خود بیشتر خودداری کنن. هرگاه در مصرف خودداری کنن ای طبیعی است که مصرف تادی بل برق اونا کمتر بدن. در غیر آن ما هم مکلف بر پرداخت پول به کشورهای همسایه هستیم. یعنی شما باور کنین که و دوستایی که ما را میال میبینن خود میدانن به ای که ما سالانه امی پول را که برتون ذکر کردیم در نخست سال ما تحویل میکنیم. یعنی پول نقدان در حدود 220 الی 270 میلیون دلار ما در شروع سال میدهیم یا یک ماه قبل از سال. دیگه در طول سال ما را پس جمع‌آوری میکنیم از مردم که خودش بر ما هم زیان بارد، در حالی که ما با ضایعات تکنیکی روبرو هستیم، با ضایعات تجارتی روبرو هستیم، با بعضی از سرقت ها روبرو هستیم، با بعضی از افراد و اشخاص روبرو هستیم که تا دی بل برق خونه نمی کنن، با بعضی از وزارتخانه روبرو هستیم که تا فعلا پرداخت نکردن که شاید فردا یا پس فردا کنفرانس مطبوعاتی را بسازیم و لست آن از ادارات ای بار افشا کنیم که بر ما بل برق خونه نمی پردازن و شما شاید هستین که هفته های گذشته از اشخاص افشا کردن. یعنی ما با این تو حالت پس ما پول جمهوری میکنیم و به خاطر مردم شریف افغانستان پس پول میاریم. بیشترین دوستا فکر میکنن که شرکت شخصی باید باشه و یا به خاطر تجارت خود میکنین این کارا. نه خیر، این کاملا شرکت دولتی است و شرکت دولتی خدماتی 24 ساعته است با مانند نهادهای امنیتی. امیال شما اگر ساعت 12 یک بجه شب هم برین در یک برج ما یا هم در یکی از سبستیشن ها ببینین ما کارمندای 24 ساعته داریم و به شکل 24 ساعته خدمات ارائه میکنه. اگر دو بجه شام یک جای مشکلی ایجاد میشه اینا ترانسپورتیشن دارن، سیستم خود میگیرن میرن رو میسازن. یه خودش مصارف کار داره، همگیش از مصارف است. در پلویزی پول اندکی که به برشنا یا هم نیم روپی یا کمتر از نیم روپی که میمونه ایره بالای شبکه ها ساخت ساز شبکه های جدید به مصرف میرسنیم که شما شاید هستین. در کابل سابق در حدود 13% کابلیان ما برق داشتن و شبکه هم داشتن، مگر امروز بیشتر از 90% کابل شبکه داره و در حدود 75% با جمع از ولسوالی هایش برق داره. یعنی شبکه ها رو ما ساختیم و این شبکه ها رو به می پول ما ساختیم، در حالی که انشاءالله که در اخیر 2000 در برق جدید بیایه ما قبل از قبل ساخت شبکه کدوم مشکل نداشتیم شبکه ساخته شده باشه. ولی آقای توحیدی همواره مردم شکایت دارن ای که 20 پول در هر کیلووات اضافه شده. مردم هم میگن که دولت و سکتورهای خصوصی همیشه در فکر منافع خود هستن و مردم در نظر ندارن، در حالی که همه یکسان نمیتونن که این 20 پول که اضافه شده بپردازن، چون یک مامور که 5000 یا 6000 معاش داره اون نمیتونه که این پول بپردازه. خب ما به نظر از اونها احترام داریم، مگر بعضی از مجبوریت ها را داریم. وقتی که مجبوریت باشد روا باشد. خب آقای توحیدی فصل سرما هم رسیده و تدابیر شما چه هست؟ خب ما در سال گذشته هم با چنین مشکلاتی روبرو بودیم، امسال هم روبرو هستیم و به سال آینده هم روبرو می باشیم. یک تشریح کوتاه می کنم. ما 8.5 ماه برق کاملا به شکل 24 ساعته داریم که شما خود شاهد هستین و همتان عزیز شاهد هستن. این حقیقت هاست که من میگم. باقی مانده در طول 3.5 یا 4 ماهی که هوا سرد میشه ما با کمبود انرژی روبرو میشیم. عاملش چند جانبه است. جانب اول وقت لینی که وارد شده بیشتر از 300 مگاوات ظرفیت این لین نیست و مصرف حداقل کابل در حدود 580 مگاوات است. یک تفاوت تقریبا دوچند. بازم در حدود 120 مگاوات یا کمتر و بیشتر از برق ماهیپر و دیزل جنراتورها تهیه میشه که در حدود 400 الی 420 مگاوات به کابل ما برق داده میتونیم، در حالی که ضرورت حداقل ما در حدود 580 نهایتا 600 مگاوات است. آقای توحیدی در این موضوع من کوتاه تشریح میکنم.
دمی حالت در زمستان است. البته در اوقات در تابستان و بهار و اوایل خزان این مشکل نداریم. مصرف حداقل یا حد اعظم کابل به 300 مگاوات میرسه که ما حتی برق اضافه داشته می باشیم. به خاطر حل معضله یگانه راه حل کوتاه مدت ما این است که باید ما پرچبی بتیم. پرچبی های ما در بعضی از مناطق فرق میکنه. کتگوری ها است که سه کتگوری است که تشریح کردیم به چندین بار. مگر وقتی که پرچوی ما میتیم، پرچوی ما حد اقلش از 22% شروع است و در بعضی از جاها که امرای ما عدم همکاری صورت میگیره تا 50% میرسه. یک عامل. عامل دومش عدم همکاری بعضی از هموطنان عزیز ماست. اگر هموطنان عزیز ما در اوقات پیک چگونه اونا باید همکاری کنن با شما؟ همکاریشون این است که در اوقات پیک از وسایل پرمصرف استفاده نکنن. اوقات پیک ما 5 الی 9 شب است، 6 یا 5 صبح الی 8 صبح است. در این اوقات وسایل پرمصرف برقی خود یک جایی استفاده نکنن. اگر یک چراغ روشن میکنن، چراغ دیگری را خاموش بانن. اگر به یا به یک چراغ گزاره میشه، ضرورت به این نمی باشه که چراغ دوم روشن کنن، یا هم حداقل از بخاری های برقی استفاده یا به خاطر گرم کردن تسخین کردن خانه استفاده نکنن. اگر اتو را بند میکنن، بایلر را یک جا به او نصب نکنن. یعنی امی وسایل خود در طول روز یا در طول بعد از ساعت 9 شب این تنظیم بسازن تا ما برق اضافی داشته باشیم و پرچبی ها را به حداقل برسانیم، وگرنه این مشکل ما تا اخیر 2010 داشته می باشیم. پروژه درازمدت مهمی است که در اخیر سال 2017 لین ترکمنستان که فعلا بسیار به جدیت بالش کاری جریان داره ای وصل میشه و کابل 100% نور برق مستفید میشه. آقای توحیدی، در بخش کشور مشکلاتی که به میان میایه باعث قطع برق میشه و در اونجا به زودترین فرصت به اونها رسیدگی نمیشه، یک مدت زمان زیاد را میگیره. شما در این رابطه چه رای حل میکنید؟ بیشترین آسیبی که ماده یرسه داریم در مسیر هلمند کندهار است. لین کجکی است، بیشتر بعضی از اشخاص مغرض لینه یا هم زیر پای ها مین میگذارن یا هم لینه با مرمی میزنن یا هم در جریان جنگ حکومت و مخالفین مرمی ها بالای لین ها اصابت میکنه که از بین میره. مگر خوشبختانه تیم کاری حوزه کندهار ما بسیار با جدیت تام این مشکل تا 2 ساعت 3 ساعت رفع می سازه. مگر که جنگ باشه، اگر در جنگ حالت جنگ باشه طبیعی است که دو جانبه اجازه نمیتن و او در ساخته نمیشه. اگر نه اینا ایره می سازن. یعنی میتونیم بگیم در سال 2000 در سال 2014 یا در سال 1393 بیشتر 2180 بار لنگ کنده شد و برق قندهار و هلمند قطع شد و اینا رفتن، همکارمو شهید شدن، زخمی شدن، پای دست خود دست دادن. مگر باز هم کوشش کردیم که لاین وصل بسازیم و فعلا هم با این مشکل ما بیشتر روبرو هستیم. همین حالم که اگر در مسیر کجکی زمین داور موساقلا جنگ میشه، بله، طبیعی است که برق قندهار و هم برق لشکرگاه قطع میشه. در قسمت برق قندهار چقدر تغییرات ایجاد شده؟ خب این یک موضوعی است که ما یک طرح پیشنهادی به خاطر مردم ولایت کندهار بود که با تغییر طرف ما بتانیم حداقل به خاطر کوتاه مدت تا وقتی که لین وارداتی کابل وصل شوه به کندهار یک تغییر طرفه شوه و در پلیز دیزل جنراتور ها روشن شوه. در حالی که دیزل جنراتوری که ما در پکتیا، غزنی، زاول و روزگان روشن میکنیم در 36 افغانی تا الی 36 افغانی فی کیلووات برق است. مگر با تای یک نشستی با شورای ولایتی کندهار و همچنان با والی محترم کندهار فیصله به این شده که حداقل 1 یا 2 افغانی در کتگوری اول، 3 الی 4 افغانی در کتگوری دوم، همچنان در کتگوری 3 و 4 یک تفاوت بیاید تا با شما برق کندهار حداقل برشان 12 میگاوات برق اضافی برشان روشن کنیم. برق قندهار فعلا در حدود 10 میگاوات است که از کجکی تامین میشه. اگر ما 12 میگاوات برق دیگر روشن میکنیم در حدود 22 میگاوات حداقل ما میتونیم که 50 یا 60% قندهار را به شکل نوبتوار برق بدیم. در حال است که برق ضرورت برق قندهار در حد اقل در حدود 150 الی 170 میگاوات است. این که انشاءالله با وصل شدن برق لین وارداتی این مشکل رفع میشه و همچنان در کوتاه مدت که 12 الی 15 ماره در بر میگیره تهیه یک سولر است که در حدود 10 میگاوات برق به خاطر مردم شریف قندهار تامین میکنه.
این پروسه در ولایت های دیگر هم جریان خواهد داشت؟ دقیقا امی لاین وارداتی به ولایت لوگر، پکتیکا و خوست میره که فعلا هم امی سه ولایت هم از برق دیزل جنراتور استفاده میکنن که با وصل شدن برق هم قیمت برق هم پایین میه و افغانستان که در حدود 45% برق وارداتی داره افغانستان احتوا کرده. در کل آقای واحدی توحیدی ببخشین، چقدر برق وارداتی است و چقدر دیزل؟ در کل افغانستان ضرورت حداقلش به 7000 مگاوات است، در حالی که ما در حدود 1100 مگاوات، 1100 مگاوات برق ما وارداتی است و در حدود 200 الی 220 مگاوات برق تولیدی خود افغانستان است. در مجموع افغانستان در حدود 1300 الی 1320 مگاوات برق داره که 80% از این از کشورهای بیرون وارد میشه و در حدود 20% از این برق تولیدی خود افغانستان است. آقای توحیدی، شما با حکومت برنامه هایی دارین که از بندهای برق خود استفاده کنیم و محتاج کشورهای بیرون نباشه؟ طبیعی است. وزارت محترم آب و برق در این عرصه پلانهای خود را دارن و به خاطر تطبیق از این طبیعی است که با دونشان ها و با دونرها هم صحبت هایی داشتن که بیشتر صلاحیت ابراز نظر کردن از این من ندارم و این بیشتر صلاحیت وزارت محترم آب و برق میشه. آقای توحیدی، یک مشکل دیگر که هست میترهای دیجیتالی است که بر مردم خیلی مشکل خلق کرده و فکر کنم باید این مشکل خلق نکرده باشه، یک سهولت ایجاد کرده باشه. و اکثر ما از تا جایی که گزارشات گپ هم داشتیم اونا گفتن که مشکل در چون این میتر ها مشکل تکنیکی داره و وقت میتر مشکل تکنیکی داره، پس مردم هم چرا باید این مشکل در میتر نیست، مشکل در نپذیرفتن بعضی از قیودات بالای مردم است. متاسفانه هرگاه اگر یک پلیس کوشش میکنه که قانون تطبیق کنه، او پلیس آدم خراب میباشه و اگر هر نهاد قانونمند میخواد که قانون تطبیق کنه، موضوع شکایت بیشتر میکنه. میترهای دیجیتالی که در افغانستان برشنا شرکت خریداری کرده و ایر آورده، ای میتر است که به نرم بین المللی مزین است و آرم بین المللی آی سی او اونا را خورده، در حالی که از این میترها در کشورهای غربی هم استفاده میکنن. ما در گذشته ها بعضی از میترها را از بعضی کشورهای همسایه خریداری کردیم که او کیفیت بسیار پایین داشتن، مگر ما این بار این میترها را با فرمایش خاصی با یکی از کمپانی‌های معتبر چینایی صحبت کردیم و با مو استانداردهای بین المللی بر ما ساختن که امین 0.001 پول هم به افغانستان برشنا شرکت اضافه نمیاره و به همین چشونین بالای یک مشتری اضافه چارت نمیکنه. چرا؟ قبل از اینکه ما ایره به مشتری تسلیم میکنیم، همه مشتری دیگه در جریان هستن، او رو ما لابراتوار میکنیم و این سخنه است که اگر متنان عزیز را خبر هستن و میدانن، میتر میر لابراتوار میشه در دمی روی خودشان میبینند که اضافه گردشی یا هم کم گردشی ندارن. بله. و بعد از نصب میشه و اگر اضافه گردشی داشته باشه، این طبیعی است که ما رو توضیح نمیکنیم. بله آقای توحیدی، گفتم میشه که کسایی که میترها را میخوانن مسلکی نیستن، اونا باید ترنینگ شوند، چون به این میترها حداقل کسانی باشن که ترنینگ شوند. این موضوع تا 99% میتونم بگم اونا وارد نیستن به این کار. این مشکل تا 99% حل شده، چرا که ما میترهای انالوگ آستا هسته جمع کرده میریم و میترهای دیجیتال توزیع میکنیم. وقتی که میتر دیجیتال توزیع میشه، یک سیستم از به نام انهلت که او ضرورت به کتابچه و قلم نداره، اونا به شکل بلوتوت بالای میتر سیستم میگذارن، همه دیتای تلفن به این سیستم میه و از اینا را به مرکز یا انتقال میدن. یعنی چیزی نیست که خوانده شوه و اونا در حساب یا در کالکولیشن یا این کدوم مشکلی ایجاد شوه، فقط این سیستم در این انهلت میه، در دستگاه را با کامپیوتری که در سیستم وصل است یا به توسط بلوتوت را ما پس در این وصل میسازیم و اتوماتیک سریال نمبر خانه هر مشتری ما در وجه خودش در سریال نمبر در وجه اونا میرن، در سیستم CIS که ما داریم میرن و اوجه اونا کلکولیشن میکنن و بلشون رو پرنت میکنن. اتو شکل نیست که ما بگیم که ولی قلمی است و میترخان نمیفهمه و فعلا میترخانه که استخدام شده حداقلشون 14 پاس است، دیگه بیشترشون انجینر سیبا هستن که در این بخش کار میکنن. بازم اگر کدوم مشتری عزیز ما شکایت دارن در عرصه میتر،
در عرصه کدام کارمند ما یا در بعضی مشکلات دیگه لطفاً با 144 به تماس شوند. 144 که وقت به تماس میشن شماره حساب خود بل خود با خود داشته باشند تا هر مشکلی که اینا دارن مشکلشان حل بسازیم. تعداد زیاد کسا بودن آقای توحیدی که مثلا در یک ماه اگر میترشان خوانده شده که مثلا 10,000 بوده در ماه دیگرش دو برابر شده مثلا 20,000. اگر خب بعضی از مشکلات در بعضی از بانک ها هست این رو شاید بپذیریم. به اینکه شما در اینجا مشکل در کجا میبینین؟ از مشکل در میتر است و یا کسی که میتر هم نه این گاهگاهی به نام بی‌مصرف موضوعشان که شاید غفلت بعضی از هم کارا باشه یا هم بیشتر میشه فرزن دوچند میشه که او هم بعضی مشکلات تکنیکی بانک ها میباشه. فرزن یک شخص است، فرزن شما بلیتتان تحویل میکنین به تاریخ 30، مگر در 31 چون میترخان ما یا در تاریخ 2 و 3 میترخان ما در تاریخ 30 آمده او را برای شما حساب کرده، در حال که شما تاریخ 3 و 4 او را وقت تحویل کردین و بل دوباره برای شما میه. دولت شما بلتان تحویل نکنین، به 144 ما به تماس شوین و مشکلتان از طریق تلفن حل میکنه و بل جدیدی که مصرف حقیقی شماست او بل برای شما میه و بل او مشکلتان حل میکنه. خیلی خوب. و آقای توحیدی چالش های عمده چه هست؟ خب دوست داریم و خوش هستیم به ای که همتنان عزیز با ما بیشتر همکار هستند و تشکری میکنیم از این همتنان عزیز. در پلی از این مطبوعات بسیار همکار قوی و خوب ما هستند، از اینا هم تشکری میکنیم. فقط چالش ما که گاه گاه ما امرش روبرو میشیم عدم پرداخت بلها با وقت زمان معینش است. لطفا بلهای خود با وقت معین ازو پرداخت کنند تا باشه که ما خدمات برقرسانی را به شکل درست و خوبترش به همتان عزیز خود داشته باشیم. موضوع دوم با کمبود انرژی گاه که روبرو می باشیم. همراهان ما امرای ما لطف کنن همکاری کنن یک چراغ اضافی خود خاموش کنن. یک چیز اضافی که روشن کردن نور خاموش کنن تا ما باشد چراغ یک همسایه دیگر از اینا را و یک همتان دیگر از اینا روشن بسازیم. و در پلوی از ای که لطفا از برق سرقتی جدا پرهیز کنن که هم در آخرت گردنشون بسنده باشه هم در دنیا. بله آقای توحیدی، اکثر کسانی که در وقت و زمانش بلاخره پرداخت نمی کنند زورمندان هستند و مصرف برقشان هم خیلی زیاد است. با اونو برخورد شرکت برشنا چه هست؟ ما نظر به حکم صریح جات مهاب رئیس جمهور، ما لست امو از خانه هایی که برق خود تحویل نمی کردن در نخست با سرنوالی شریک کردیم، با قماندانی امنیه شریک ساختیم و بعد از او با مطبوعات شریک ساختیم که در عرصه اداره محترم سرنوالی و اداره محترم وزارت داخله اقدامات خودم کردن و همچنان او ده از اشخاصی که تحویلی صرفی پول خود نمی کردن بیشترشان، یعنی میتونیم که بگیم 80-90% قانع بری شدن که اونا پول خود بپردازن یا هم نصب میتر کردن یا هم در ارگانهای محلی بالخصوص قندهار رئیس شورای ولایتیشون بسیار امرای مادی بخش همکاری کردن که از اونا تشکری میکنیم و از دیگر ارگانهای ولایتی هم خواهش مایی هست که امرای شرکت برقرسانی همکاری جدی باشن تا باشه که ما امو پول اضافی را که یک شخص به نام زورمند میگیره اونمو پس از القومشون برای او به دولت تحویل شوه و ما بتانیم که یک خانه امتن دیدی خود روشن کنیم. مگر ما ایره به همیشه گفتیم و الان میگم کسی که در خانه خود نشسته و از جیب خود دزدی میکنه او زورمند نیست. بازم آقای توحیدی عفای اخیرتان میشنه لطف کنن بله خود به وقت زمان بپردازن، از سرقت برق جدا جلوگیری کنن، اضافه مصرفی نکنن و اگر کدام مشکل داشته باشن به 144 با ما تماس شوند. سپاس وحید الله توحیدی رئیس روابط عمومی برشنا که در زیر بنا با ما بودین. و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ بعد اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی، یک یورو 72 افغانی و 20 پول، یک پاوند انگلیسی 1001 افغانی، یک درهم امارات 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی و 1000 کلدار هندی 1001. و این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل. یک گرم طلای کویتی 2300 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2000،
2150 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2100 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2000 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 1700 افغانی و 1 گرم طلای روسی 1650. و این هم نرخ مواد اولیه. 1 کیلو شکر 42 افغانی، 1 بوری آرد خارجی 1600 افغانی، 1 بوری برنج خارجی 1900 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 54 افغانی و 1 کیلو گاز 52. خب بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.